تو کتاب مقدس میخونیم خدا مثل کشاورزیه که دانه های نیکو میکاره در متا فصل 13 اینو میبینیم خدای ما میگه که من و شما که فرزندان او هستیم مثل دانه های نیکو هستیم و او با هدف میکاره خداوند برای تو که دانه نیکو هستی پسر و دختر خدا هستی هدف داره میخواد که تو رو بکاره و در جایی که تو رو کاشته سمر بیاری سمرات فراوان بیاری البته دانه باید در اون خاک بمیره تا سمره بیاره فقط میخوام بدونی خدا برای تو نقشه داره آیا نقشه خدا رو برای خودت میدونی یا نمیدونی اگر نمیدونی در دانشگاه هفت سبت نام کن کلاس اول بهت نشون میدیم خدا تو رو چطور و برای چه چیزی آفریده ولی بدون هر جا که کاشته شدی باید سمرات فراوان بیاری بعد بدونی برای چی کاشته شدی گندم هستی میوه گندم خیار هستی میوه خیار میوه گوجه فرنگی بدون خدا تو رو برای چی خلق کرده